در ادامه مباحث قبلی در لب لباب مثنوی شریف رسیدیم در رشحه هفتم در بیان مرگ اختیاری، رسیدیم به قسمت دیگری از این اشعار بسیار ناب که به شکل موضوعی بررسی شده است، مسئله مرگ و زندگی و مسئله قیامت. در بیان خلق جدید و حشر مجدد و فنا و بقای اشیا در هر آنی و بازنمودن حقایق آن و شرح ظهور آن، کما اشار الیه حضرت المولوی قدس الله تعالی و قدس سره العزیز. خب بحثی که در اینجا مطرح می شود یک بحث بسیار مهم هست و در حقیقت بحثی است که می توان به واسطه آن خیلی از مشکلات و سوالاتی که در باب زندگی، در باب جهان، در باب انسان و خلقت جهان هست، اینها رو پاسخ گفت. شما مستحضر هستید که ما سه دستگاه فکری و سه نظام اندیشگی در دین اسلام داریم: نظام اندیشگی فقهی، نظام اندیشگی فلسفی و نظام اندیشگی عرفانی. در مورد تمام مسائلی که مد نظر است و تمام سوالاتی که ممکن است در مخیله بشر خطور کند و انسانی که می اندیشد و انسانی که تفکر می کند بتواند آنچرا که تفکر می کند دوباره بیازماید و سوالات خود رو از این دستگاه های فکری بگیرد، این سه دستگاه تأسیس شده است. حدود 1400 سال است که هر کدام از این دستگاه ها تأسیس شده اند و هر کدام بزرگانی در عرصه های مختلف در این دستگاه فکری بوده اند و به بسیاری از سوالات و هزاران هزار سوالی که سوال بشریت بوده است، سوال عمده انسان ها بوده است، پاسخهای درخورد و شایسته داده اند. در مورد خلقت اشاره کرده این قبلا که این سه دستگاه فکری هر کدام نحوه تلقی خاصی دارند و یا در مواردی که راجع به بشر است و انسان، آدم، انسان کامل و موارد مشابه. در مورد قیامت و قیام معاد و اینکه انسان برخواهد گشت به سمت خداوند و جزء مقبولات ما هست، همچنین علما و دانشمندان و عرفا در هر کدام از این دستگاه های فکری راجع به اینها سخنهای فراوان گفتند و البته اینها توجیهاتی است که در این مسئله آمده است و دانشمندان و بزرگان توجیهات متفاوتی در اینجا ارائه کردند. یکی از موارد بسیار مهمی که وجود دارد و میتوان گفت در همه اندیشه ها و نهله های فکری غیر از اسلام هم وجود دارد، در نهله فکری مسیحیت، یهودیت، بودیزم یا برهمانیزم یا ادیان متفاوت دیگری که هست، هر کدام یک تعابیری دارند. یک تعبیر عام که میتوان گفت تمامی مکاتبی که روی در عرفان دارند و با رویکرد عرفانی غیر از عرفان اسلامی به جهان مینگرند تابع این هستند و این مسئله رو مطرح کردند. آن هم مسئله خلق مدام هست، خلق دائمی، خلق همیشگی. این نظریه که از میتوان گفت از دانشمندان اسلام و از جانب عرفا
شکل گرفته است و از قرن چهارم و پنجم هجری و حدود 900 و 1000 سال سابقه دارد و بعداً به مکاتب دیگر راه پیدا کرده است، از جمله مکتب بودیزم که پیروان فراوانی دارد. این خلق مدام هست. خلق مدام یعنی اینکه جهان همواره در حال خلقت است. چون این نیست که خداوند مانند یک مهندسی جهان رو آفریده باشد و مانند یک مهندسی که کارخانه ای را می سازد و آن را به حال خود واگذار می کند و برنامه هایی به آن می دهد و این کارخانه بر اساس آن برنامه ها، این دستگاه هایی که هست و قسمت هایی که هست بر اساس آن کار می کند. چون این نیست. این نحوه تلقی از وجود خلقت و ادامه خلقت این است که خداوند هر لحظه در حال خلق است، یعنی هر لحظه مداوماً، مداومتاً، دائماً، آناً، دقیقتاً، لحظتاً همیشه این جهان دارد نابود می شود و دوباره به وجود می آید. در اصطلاحات عرفانی به کون و فساد معنی کرده اند، یعنی اینکه در فلاسفه هم گفته اند، از جمله کسانی که مطرح کرد ابن سینا بود که مسئله کون و فساد رو، فارابی بود در اوایل این رو مطرح کرد و این مسئله کون و فساد کم کم در مکاتب دیگر رسوخ کرد. گویی اینکه بعضی به اشتباه تصور کرده اند که این مسئله کون و فساد از جانب، به قول معروف، از جانب شرق به فلسفه اسلام وارد شده است و این اشتباه بزرگی است که بسیاری از متفکرین و دانشمندان ما به واسطه اینکه اطلاعاتی از فلسفه اسلامی و خاستگاه آن نداشتند این رو به جاهای دیگر منسوب کرده اند. غالبا این رو به مکتب بودیزم و بودا متصل می کنند. اما این دستگاه فکری عرفانی به این شکل بحث خلق رو مطرح کرده، بحث لبس رو مطرح کرده است که هر کدام یک مباحث بسیار عظیمی است و بحث کون و فساد رو مطرح کرده است. فساد یعنی این که چیزی از بین می رود و دنیا در هر لحظه از بین می رود و دوباره کون و وجود اتفاق می افتد. دوباره این جهان بعد از آن که از بین رفت دوباره به وجود می آید و دوباره آنن در یک آن، در یک لحظه دیگر، این جهان دوباره از بین می رود و دوباره این جهان به وجود می آید و همچنان این اتفاق می افتد. این لحظه ها هست که به ما استمرار می دهد. مثالی می توانیم بزنیم. شما وقتی یک فیلم رو می بینید که یک امر روشنیست در فیلم های قدیمی که بر اساس فریم بوده است، معمولا می بینید در هر ثانیه 24 فریم وجود دارد. هر کدام از این فریم ها که هست یک تصویر است، اما وقتی اینها متقابلا در کنار هم قرار داده می شوند یک حرکت ایجاد می شود. اگر کسی ناآگاه باشد فکر می کند که آن اسبی که حرکت می کند، آن هنرپیشه‌ای که بر اسب سوار است و حرکت می کند، واقعا اوست که حرکت می کند. نه، اینجا آن عکس‌های متعدد است، همه ایستا هستند، اما وقتی اینها در کنار هم قرار می گیرند یک موضع جدیدی آغاز می شود و که به آن ما حرکت می گوییم. همچنان که الان دوستان عزیز ما اینقدر زیبا دف و تار نواختند، شما این دف رو وقتی که می بینید یک ضربه که می زند، یک ضربه چیزی نیست، یک ضربه مفهومی ندارد. شما یک تابلو بزرگی داشته باشید 4 متر در مثلا 5 متر و یک نقاشی بسیار پیچیده‌ای در آن باشد یا یک خط زیبایی بر آن نوشته شده باشد، یک قسمت رو بردارید و ببرید در جای دیگر خارج از آن محیط قرار دهید، آیا کسی متوجه خواهد شد که این چه بوده است؟
یک واوی در آن مثلا جدا کرده باشید و برده باشید در جای دیگر. این معلوم است که محتوا و مفهومی نخواهد داشت. همچنین است در این صداها، در تکرارها، همچنین است در کلماتی که در کنار هم گذاشته می شود، همچنین است در مورد حروف، جملات و همه چیزهای دیگر. در شعر همچنین است، وقتی شما این کلمات رو کنار هم می گذارید یک موسیقی ایجاد می شود به نام موسیقی شعر که ما از آن لذت می بریم و از نفس چنین لذتی رو نمی بریم. یعنی این که ممکن است چیزهایی باشند ولی وقتی در کنار هم قرار می گیرند یک چیز علاحده به وجود بیاورند، مانند مثلا قاف و لام که وقتی جدا هستند هیچ مفهومی ندارند، ولی وقتی اینها در کنار هم با هارمونی معین و مشخص قرار می گیرند تشکیل کلمه گل می دهند و این برای ما مفهوم زیبایی دارد. همچنین است کل مسائل عالم. آنات و لحظه ها و دقایق جهان همچنین حالتی دارد. یعنی ما هر آنی، هر دقیقه ای، هر ثانیه‌ای و کمتر از ثانیه‌ای که تصور می‌کنیم، این اگر خارج و فارغ از مجموعه باشد البته یک سکون است و چیز دیگری جز سکون نیست، اما وقتی اینها در کنار هم قرار می‌گیرند ایجاد یک حرکت دیگر و ایجاد یک مسئله و امر دیگری می‌کنند که آن امر در قسم ساده آن وجود نداشته است. این ساده وقتی مرکب شد این امر جدید در آنجا به وجود می‌آید. یک ضربه که زده می‌شود هارمونی ندارد، ولی وقتی 3-4-2-4 زده شد آن وقت این هارمونی پیدا می‌کند، این حرکت پیدا می‌کند، این مفهومی علاحده پیدا می‌کند. همچنین است عرفا در این دستگاه فکری میگویند که جهان همواره در حال خلع و لبس است. خلع یعنی کندن لباس، لباس وجود رو از خود میکند و هر لحظه دوباره لبس وجود میکند و دوباره لباس وجود رو برتن میکند. هر لحظه این جهان فانی میشود و دوباره وجود پیدا میکند و باقی میشود. همچنان که کون و فساد همچنین است، هر لحظه این جهان فاسد می شود، از بین می رود و در همان لحظه بلا فاصله کون و هستی به وجود می آید و دوباره همچنین است و جهان محصول این خلق مداوم است و هر لحظه این خلق و عدم، این وجود عدم با همدیگر روبرو هستند و این است که این جهان را به این شکل تشکیل می دهد. با این نوع تلقی از خلقت و تداوم خلقت بسیاری از مسائل و مشکلاتی که ایجاد شده است و بسیاری از شبهاتی که فلاسفه مختلف مطرح کردن حل می شود. یعنی اینکه وقتی ما بدانی همه چیز در حال حاضر می میرد و زنده می شود، هر لحظه این مرگ و زندگی وجود دارد، آن وقت دیگر کسی نمی گوید که چرا فلان کس مرد، این مرگ هست تا اینکه افاضه وجودی شود. از دیدگاه دیگر و در ادامه همین مبحث، قصه چنین است که عرفا گفتند که خداوند است که چنین میکند. خداوند دو صفت دارد، یکی قهر و یکی رحمت. صفت قهر الهی موجب میشود، صفت جلال الهی موجب می شود که این جهان از بین برود و بعد صفت رحمت الهی تجلی می کند و صفت رحمت الهی باعث می شود این جهان دوباره در وجود آید و دوباره صفت جلالی سر بر می آورد و تجلی می کند و دوباره فانی می شود، دوباره صفت رحمانی تجلی می کند، دوباره ایجاد می شود. یعنی این صفات جمال و جلال خداوند هر لحظه در آمده شده است و همیشه در حال آمدن و رفتن است و تبدیل شدن به یکدیگر و نوع تجلیاتی که این صفات اعظم الهیه دارند، این تجلیات است که این جهان رو باقی نگه داشته است. مسئله امر بسیار پیچیده است و مسئله امر فلسفی عمیقی است. حال در این حدی که ممکن بود من
در این جلسه در این وقت کم این رو عرض کردم. شما در لامپ ها رو مثال بزنیم، در این لامپ هایی که لامپ های معمولی که با تنگستن اینها روشن میشن، نه لامپ های جدید، این لامپ های قدیمی که هستن در جریان متناوب برق چه اتفاقی میافتد؟ بسته به جریان تناوبی که در آنجا هست این اتفاق میافتد. مثلا در ایران 50، در امریکا مثلا 60-65. تناوبی که دارد یعنی اینکه در هر ثانیه این متناوباً این جریان برق وصل میشود و قطع میشود. این اتصال جریان برق به این لامپ حدود گفتن 50 بار، 55 بار، 60 بار در ثانیه اتفاق میافتد. یعنی در هر ثانیه 60 بار این چراغ خاموش میشود و بعد روشن میشود. اصلا مفهوم جریان متناوب در برابر جریان مستقیم همینه دیگه. خب این که متناوباً، ولی ما وقتی نگاه میکنیم هیچ وقت خاموشی او رو نمیبینیم. چرا؟ چون این استمراری که دارد، این استمرار وجود که هر لحظه به او افاضه میشود، هر لحظه به او داده میشود، موجب میشود که ما همیشه جهان رو و این لامپ رو همیشه روشن ببینیم. همچنان از افاضات ربانیه که وقتی بر این جهان میآید و این خلع و لبسی که اتفاق می افتد، کون و فسادی که اتفاق می افتد، این تجلی قهر و تجلی رحمت الهی که اتفاق می افتد، این موجب می شود که ما وقتی که از بیرون نگاه می کنیم به عالم خلقت و جهان آفرینش، ببینیم که این جهان آفرینش همچنان جریان دارد، این رودخانه جریان دارد، حیات من جریان دارد، حیات من ادامه دارد، من همواره می زیم، اما نمیدانم که در هر ثانیه چند هزار مرتبه مرده ام و زنده شدم. این که انسان به این قسم تفتون پیدا کند و ادراک عمیق فلسفی از این داشته باشد، این فواید و اثرات فراوانی دارد. مولانا در جای دیگری میگوید که شما همه ما دیده این که یک آتش زنه رو داریم حرکت میدهیم، جواله میکنیم، یک آتشی باشد که ما آن را بچرخانیم. اگر شما اکنون میتوان با روش‌های جدید اینها رو به دست آورد، خیلی راحت میتوانیم چند هزار عکس رو بگیریم در یک ثانیه و دوربین‌های بسیار پیشرفته ایجاد شده است که چون این کار رو انجام میدن. ما اگر اینها رو ببینیم خواهیم دید که اینها در هر لحظه یکیست، در هر لحظه آن آتش است و آن چیزی رابطی که برای آن هست. ولی وقتی که این رو مستمرن حرکت میدهیم، ما یک دایره آتشین میبینیم، در حالی که چون این دایرهی وجود ندارد. این دایرهی که وجود دارد این دایره ذهنی ماست، دایره عینی نیست که در عین آیه واقعا آنجا دایرهی وجود دارد، نه. وقتی ما این استمرار رو ادامه میدهیم، ما تصور میکنیم که این یک دایره هست، یک دایره آتشین میبینیم. اما اگر عالمانه بیاندیشیم و تفکر کنیم، خواهیم دید که این اصلا چنین نیست و یک چیز است، ولی در نقاط مختلف وقتی حرکت میکند این اتفاقات میافتد. همچنان که مثلا علمای هندسه ما میگویند، میگن خط چیست؟ خط عبارت است از بی نهایت نقطه. خط عبارت است از بی نهایت نقطه، یعنی هیچ خطی وجود ندارد. این بی نهایت نقطه وقتی که در کنار هم قرار می گیرند، ما از آن تعبیر به خط می کنیم، ولی چون این چیزی وجود ندارد. صفحه چیست؟ صفحه عبارت است از بی نهایت خط. وقتی بی نهایت، مثلا شما بی نهایت نقطه رو در محور X در نظر بگیرید، بی نهایت نقطه ادامه پیدا کند، در محور X یک خط رو ایجاد خواهد کرد. وقتی که این خط در محور ایگرگ بخواهد حرکت بکند چه خواهد شد؟ این تکرار که می شود، بی نهایت خط ایجاد یک صفحه خواهد شد، یک ایکس و ایگرگ با هم یک صفحه رو تشکیل خواهند داد. در این حال چیست؟ صفحه چیست؟ صفحه خود هم از خطوط تشکیل شده است، خطوط انتزاعی که ما تصور کرده ایم، و خود خطوط از نقطه هایی تقسیم شده، از نقطه هایی تشکیل شدند.
خود این نقطه هم که میگوین بعد ندارد، نه طول، نه عرض، نه ارتفاع دارد. اما وقتی اینها در کنار هم قرار میگیرند دارای طول میشوند. خیلی جالب است. یعنی اینکه نقطه به خودی خود نه طول، نه عرض، نه ارتفاع، هیچی ندارد، آنچنان که علمای ریاضی میگویند، علمای هندسه میگویند، هیچ چیز ندارد. ولی میگویند وقتی میلیون ها نقطه‌ای که هیچند در کنار هم قرار میگیرند، بی نهایت نقطه وقتی در کنار هم قرار میگیرند تشکیل یک خط رو میدن. حالا نسبت به پاره خط هم تعاریفی دارن و در تعاریفش ماندن که اگر آن بی نهایت است پس پاره خط چیست و قصه های فراوانی که وجود دارد، ما وارد آن نمیشیم. یعنی این که نقطه ای که هیچ است طول و عرض ارتفاع ندارد، وقتی استمرار پیدا میکند یک خط رو مثلا در محور ایکس ایجاد میکند. همین ها اگر این خط ها در کنار هم باشند و به سمت بالا بروند همچنین است، یک صفحه رو ایجاد خواهند کرد در محور ایکس و ایگرگ. اگر این صفحه بخواهد در محور زد حرکت کند، آنجا حجم رو ایجاد خواهد کرد. ولی همه این حجم هایی که ما میبینیم بر اساس آن تعابیری که ریاضیدانان دارند، همش مبنای اصلیش چه هست؟ همان نقطه ایست که هیچ بعدی ندارد، نقطه بدون بعد است. اما ما برای آن ابعاد متفاوتی رو در نظر میگیریم. حال بعدن مثلا اشخاص بزرگی آمدن گفتن که خب این بعد صفر که نقطه بود، بعد اول خط بود، بعد دوم صفحه بود، بعد سوم، بیشتر اینشتین این رو مطرح کرد، بعد سوم حجم بود و فضا بود، بعد چهارم چیست؟ اگر این حجم حرکت دیگرگونی داشته باشد یک بعد چهارمی ایجاد خواهد شد که ما به آن زمان میگیم. یعنی آنجایی که مکان تبدیل زمان میشود، آنجا که این خطوط و محورهای مکانی تبدیل به زمان میشود و زمان یک حالت حادث مجدد است که به وجود میآید. و این است که وقتی حجم و فضا در به سمتی حرکت کرد، آن حرکت محصولش زمان است که بعد چهارم است. خب اگر برگردیم به همین مسئله‌ای که عرفا گفتن، این بسیار امر دیالکتیکی است، بسیار امر جالبی است که در آن زمان اینها نه با شرایط علمی بلکه با شرایط اشراقی و شهودی اینها رو یافتن و به اینها دست پیدا کردن و سخنانی گفتند که خود مولانا در مثنوی از جاذبه سخنانی دارد که بسیار شگفت انگیز است. هنوز جاذبه در زمان مولانا کشف نشده است، ولی جاذبه زمین و مواردی که در مثنوی وجود دارد، اصلا از ریسمان ها سخن گفته است مولانا در مثنوی. خب اینها رو از کجا میتواند بفهمد؟ این شهودهای عرفانی است که درکی از جهان که به پدید می آید می تواند که آنها رو هم به درک بنشیند. منظور این است که خلق مدام، یعنی این که هر لحظه جهان از بین می رود و دوباره به وجود می آید، مانند آن لامپی که مثال زدیم، منتها آنقدر این سریع و پیوسته هست و ما هرگز این عدم رو نمیبینیم، چرا که استمرار وجود چنین میکنه. همچنین است مثلا در مورد سوزاندن آتش، مولانا میگوید آتش نمیسوزاند مگر زمانی که خداوند هر لحظه سوزش رو و سوزاندن رو به این آتش القا کند، وگرنه آتش نخواهد سوزاند. چون ما عادتاً این رو گمان برده ایم، هر وقت دست بر آتش برده ایم فکر میکنیم که این میسوزاند، از آن جهت ما همیشه میگوییم آتش خواهد سوزاند. اما مولانا میگوید که اگر آن خلق مدام نبود و هر لحظه آتش پدید نمی آمد، هر لحظه این آتش میمیرد و دوباره زنده میشود و دوباره آن سوزش خلع و لبس میشود، از سوختن و سوزاندن خلع میشود، منخلع میشود، لباس سوزاندن رو از تن بیرون می کند و دوباره لباس سوزاندن رو به تن می کند. حال اگر خداوند نخواست که این دوباره لباس سوزاندن رو بپوشد چه خواهد شد؟ قصه
حضرت ابراهیم علیه السلام خواهد شد. آب غرق می کند. خدا یک بار نخواست چون این اتفاقی بیفتد، برخلاف استمرار ذهنی ما. موسی غرق نخواهد شد و از دریا خواهد گذشت. همه یا کار چاقو بریدن است، اما در مورد اسماعیل آن تبدیل می شود. آن بریدگی و برندگی که در چاقو هست، آن رو هر لحظه خداوند به او می دهد. در آن لحظه به آن نداده است و نبریده است. در قصه اول مثنوی در بحث پادشاه و کنیزک، اونجا مشهور است که می گوید از قضا سرکنجبین صفرا فزود، روغن بادام سختی می فزود یا خشکی می فزود. خب معمولا سرکنجبین علاج صفراست. وقتی این طبیبان که می گفتن هر یکی از ما مسیح عالمیست آمدن تا آن کنیزک رو درمان کنند، هرچه دادند برعکس نتیجه داد. مولانا آنجا یک بحث زیبایی دارد، می گوید که اینها ضعف بشر رو از بتر و از نافرمانی و ناسپاسی تشخیص ندادند. آن طبیبان می اندیشیدن که همیشه سرکنجبین صفرا رو برطرف می کند، ولی تا خدا نخواهد چون این چیزی نخواهد اتفاق افتاد، چون چیزی نخواهد شد تا خداوند نخواهد. بنابراین این مسئله بسیار مسئله مهمی است. و در این حال که با ساده ترین کلامی که می شود توضیح داد، من اینجا خدمت شما عرض کردم. بحثی که اینجا هست همان است که الان از روی این مطلب زیبایی که ملا حسین کاشفی نوشته است، خود که استاد دانشمندی بوده است، دانشمند بسیار بزرگی بوده است که توانسته است با کوچکترین کلمات بزرگترین معانی رو به ما برساند. هر جمله از این جملاتی که این مرد بزرگ و این دانشمند بزرگ و عارف نامی نوشته است، حقیقتاً جای آن دارد که چندین صفحه از آن پر شود. در بیان خلق جدید، اینکه خلق جدید چیست؟ یعنی جدید یعنی آن که مجددن، جدید یعنی آن که مجدد است، یعنی اتفاق می افتد مجددن، هر لحظه اتفاق می افتد. در بیان خلق جدید و حشر مجدد. حالا چرا خلق رو جدید گفت، حشر رو مجدد گفت؟ خود خیلی نشان از این علم این انسان بزرگ دارد. جدید چرا جدید گفت؟ مستقیم گفت چون خلق از جانب خداوند است، اما حشر چون نتیجه آن خلق است از تجدد استفاده کرد، از باب تفعل استفاده کرد که مفهوم متابعه و قبول اثر فعل دارد. در بیان خلق جدید و حشر مجدد، منظور این است که ما این کلمات رو که می‌خوانیم نه در کلمات مولانا و نه در کلمات دیگران از روی کلمات به آسانی نگذاریم. اینها خیلی دقیق در کنار هم نهاده شده اند، بسیار معانی عمیقی دارند. در بیان خلق جدید و حشر مجدد و فنا و بقای اشیاء، هر شیء هر لحظه در هر آن در هر لحظه در حقیقت می میرد و زنده می شود، معدوم می شود و موجود می شود. و باز نمودن حقایق آن، حقایق آن رو مولانا باز کرده، ما همینجا سعی می کنیم تشریح کنیم. و شرح ظهور آن و اینکه چگونه این اسماء الله الهی ظاهر می شود در عالم، خداوند چگونه قدرتش رو و سیطرش رو در این جهان و سلطنتش رو در این جهان می گستراند، چگونه خداوند سلطنت خود رو و استیلای عظیم خود رو بر این جهان اعمال می کند، خداوند چگونه این جهان رو آفریده است، چگونه این جهان رو تمشیت می کند و چگونه این جهان رو به سرانجام و به مقصود می رساند. کما اشار الی حضرت المولوی قدس الله تعالی سره العزیز، گر دو دیده مبدل و انور شود، این جهان منتظم محشر شود. می فرماید اگر دو دیده‌ای که ما داریم مبدل شود، دیده ما دیده غیر مبدل است، بدل از خدا باید دید، از جانب خدا باید دید. ما وقتی که با این چشمان نگاه می کنیم چه چیز را می بینیم؟ آنچه که در
علم ما، در فکر ما، در معلومات ما هست، آن را میبینیم. مولانا این دیدن رو قبول ندارد، این دیدن رو اسمش رو گذاشت هول و میگوید اینها دو بینند، دو چیز میبینند، یکی خود را میبینند و شیء دیگر رو میبینند. اگر کسی میخواهد یک بین باشد، یگانه بین باشد، اگر میخواهد توحیدی باشد، میبایست که یک ببیند و از چشم آن یک و از چشم آن واحد احد صمد ببیند، راه دیگری وجود ندارد. گر دو دیده مبدل و انور شود، اگر این دو دیده ای که دارد تبدیل شود، از این به قول حضرت علی از این دیده شحمی تبدیل شود به دیده حقیقی، این جهان منتظم محشر شود. اون وقت ما خواهیم دید که این جهانی که اینقدر انتظام دارد، اینقدر منظم است و خداوند این در حقیقت سنن الهیه خود رو بر این جهان هر لحظه جاری فرموده است، این جهان محشر خواهد بود. یعنی حشر شما آن دنیا نیست، در همین جهان هم اگر ما دیده واقع بین داشته باشیم، دیده تبدیلی داشته باشیم، دیده انور و منور و نورانی داشته باشیم، آن وقت است که این جهان رو در هر لحظه محشر خواهیم دید. حشر و نشر، حشر یعنی پراکنده شدن و مردن و نشر هم دوباره یعنی به جمع آمدن. محشر همان قیامت است. یعنی اگر دیده ما تفاوت کند، دیده ما دقیق باشد، دیده ما از هول و از احول بودن، از دوبینی در بیاید و خدا بین باشد، آن وقت است که این جهان همه محشر است. ما قیامت رو در این جهان به چشم خود در هر لحظه خواهیم دید. چرا؟ قیامت چیست؟ قیامت آن است که ما بمیریم و دوباره در جهان دیگر زنده شویم. خب این همان اتفاقی است که اکنون میافتد. من هر لحظه میمیرم و هر لحظه زنده میشوم. من چرا این حشری که هر لحظه در من به وجود میآید رو درک نمی کنم؟ من چرا با این حشر و قیامتی که هر لحظه در وجود من است، در وجود تمامی ذرات عالم هست، چرا با اینها دمخور و همراه نمیشوم؟ در همه عالم اگر مرد در زنند، دم به دم در نزع و اندر مردنند. میگه در همه عالم اگر مرد باشد یا زن باشد، چه مرد چه زن فرق نمی کند، یعنی میخواهد بگوید انسان ها، دم به دم در نزع و اندر مردنند. نزع یعنی کندن، نزع جان، جان کندن، یعنی اینکه اینها هر لحظه روحشان میرود و دوباره برمیگردد، هر لحظه روحشان میرود و برمیگردد. مانند جریان برق که میرود و میآید، ولی چون مستمری می نماید در جسد، وقت چون که این روحی که میرود و میآید آنقدر سریع اتفاق میافتد، ما احساس نمی کنیم که روحمان از تنمان بیرون رفته است. و آن کسانی که به درجه موت اختیاری میرسن، آنان چه کسانی هستن؟ آنان کسانی هستن که وقتی خلع شد جلوی لبس رو میگیرند، وقتی روحشان طبیعتاً از اینجا رفت جلوی لبس رو و جلوی برگشت او رو میگیرند، روح رو پرواز میدهند در عالم لایتناهی، میبیند و میشنود و لمس میکند و همه چیز را درک میکند. این مفهوم خلع روح است. مفهوم این است که انسان روحش رو از بدنش جدا بکند و پرواز روح، غربی ها اسمش رو گذاشتن پرواز روح، و هرچه که باشد این خلع و لبس است که هر لحظه و پیاپی اتفاق می افتد. دم به دم در نزع و اندر مردنند. مولانا می فرماید که هر لحظه، دم به دم، لحظه به لحظه، این انسان ها دارن می میرند و زنده می شوند. و این مسئله مزید شرحی می خواهد و نزد عرفا معروف است به خلع و لبس که بیان شد و بنای این سخن بر نکته است. خب حالا این رو میخواهد توضیح بده، این خلع و لبس چیست؟ شیخ اکبر قدس الله سره الازهر در فصل شعیبی از فصوص الحکم میآورد. شیخ اکبر، حضرت محی الدین ابن عربی، بزرگترین نظریه پرداز عرفان جهان، در فصل شعیبیه از فصوص الحکم آورده است. آرزو داشتم ما در اینجا بتوانیم گاهی هم از فصوص الحکم یا به شکل استمراری
فصوص الحکم رو با هم مرور کنیم، بخوانیم و عجائب و عظائم عجیبی دارد و بسیار زیباست. توصیه میکنم دوستان عزیزم که البته همه فرهیخته، همه اهل علم و اهل دانشید، همه استاد هستید، تا آنجا که من میشناسم اساتید بسیاری در جمع من حاضر هستند. این رو میتوانن خواندن خیلی ها، اما کسانی که نخواندن این فصوص الحکم حضرت ابن عربی رو حتما بخوانن و اگر کتاب بالینی خود بکنن که البته مراد بیشتری حاصل خواهد شد. بدان صورت قاعده کلیه العرض لا یبقی زمانین، اونجا قاعده کلی میگوید، میگوید العرض لا یبقی زمانین، یعنی عرض دو زمان، زمانین دو زمان باقی نمیماند. عرض چیست؟ عرض شامل کم و کیف و متا و عین هست. کمیت هست که میدان، کمیت یعنی تعداد، مانند مثلا اینکه کسی چاق است، مثلا این معروف به کمیت، این تعدادی که دارد این تعداد فراوان است، این 10 تاست، این 30 تاست، همه اینها. کیفیت مربوط به مثلا رنگ و لون و خصوصیات و حالات درونی است، اینها رو تعبیر به کیف میکنن و کیفیت میکنن. متا مربوط به زمان است و عین مربوط به عینه، یعنی کجا، متا یعنی چه وقت. متا و عین هم در حقیقت زمان و مکان رو در بر میگه. این 4 مورد رو اگر انسان بتواند درک کنه، اینها عرضیات هم. بعضی ذاتی رو هم، بعضی از عرفا ذاتی رو هم جز این عرضیات در حساب آوردن، اما غالبا اینها رو از هم جدا کردن. یعنی دو عرض هرگز در یک عرض در دو زمان باقی نمیماند. چیزی که عرضی است، چیزی که عارضی است، ما یک ذاتی داریم، یک عارضی. ذاتی مثل چی؟ ذاتی مثلا مثل میز، کلمه میز ذاتی است. یعنی چه؟ یعنی ما بدون اینکه عین ظاهر میز رو ببینیم، بدون اینکه کمیت، کیفیت و متا و عینش رو درک بکنیم، مفهومی از ذات آن در ذهن ماست. وقتی کسی به کسی میگه من رفتم برای خانه میزی خریدم، این یعنی چه؟ نه کمیت میز رو میبیند، هیچ نمیبیند، اما او اشاره به ذات او میکنند. یکی میآید میگه که انسانی ایستاده بود و به درختان رو تماشا میکرد. این انسان به ما هو انسان است. انسان از آن جهت که انسانه، معلوم نیست این مرد بوده است، زن بوده است، پیر بوده است، جوان بوده است، سیاه پوست و سفید پوست بوده است، با سواد و بی سواد بوده است، میخندیده است یا غمگین بوده است، همه اینها عرضیاته. قدش چقدر بوده است، وزنش چقدر بوده است، اینها عرضیاته. اما آنچه که مربوط به اصل میشود، آن همان ذات است که فلاسفه از آن تعبیر به ذات کردن. بنابراین مولانا ابن عربی میفرماید که این عرضیات هیچ وقت در هیچ جا اینها یک جا قرار نمیگیرن. در دو زمان یک عرض وجود ندارد، هر زمان عرض خاص خودش رو دارد. این رو علم جدید و فیزیک جدید کوانتوم هم این رو تأیید میکند، اثبات میکند که وقتی که شما این آب رو در اینجا هست، این آب با 1 ثانیه قبل، با 1 ساعت قبلش بسیار متفاوت است، اصلا همان نیست، خیلی تفاوت‌های فراوانی داشته است. که نزد حکما اصلی تمام است، تمهید میفرماید، مقدماتش رو ممهد میکند و حاصل آن است که عالم عبارت است از اعراض مجتمعه در عین واحد. این که همه این عالم چیست؟ عرضهایی است که همه جمع شدن، این کم و کیف و متاع و عینهایی است که جمع شدن و یک هویت واحد به دست دادن، مانند آن نقطه هایی که جمع شدن و یک خط رو پدید آوردن. یعنی حقیقت هستی مطلق، یعنی این که همه این اعراض جمع شدن، حقیقت هستی مطلق رو به وجود آوردن. حضرت صاحب گلشن راز می فرماید، حضرت شیخ محمود شبستری، آن عارف
بزرگ و نامی آذربایجان می‌فرماید من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک‌های مشکات وجودیم. خود این بیت نیازمند به چندین ساعت شرح و بسط است، ولی خیلی کوتاه عرض می‌کنم که مولانا شبستری می‌فرماید من و تو عارض ذات وجودیم. ما عارض هستیم بر ذات وجود. ذات وجود یکیست، خداوند است، آن وجود مطلق بی منتها، آن وجود صرف، آن صرف الوجود، آن همه وجود، آن خالصت الوجود، آن بسیط الوجود، همه آن چیزی که در خداوند است، آن واجب الوجود. او کسی است که ذات اوست، که ذات همه این جهان است. اما ما عارض آن ذات هستیم، ما عرضی هستیم که بر آن وارد شدیم. یعنی چه؟ یعنی او تجلی فرمود و ما عرضهای آن وجود کلی هستیم. خداوند تجلی فرمود و همه انسان‌ها، همه معاصب الله پدید آمد. این تعبیر رو اگر مقایسه کنید با تعبیر فلاسفه، با تعبیر فقها بسیار متفاوت است. مشبک‌های مشکات وجودی خیلی زیباست، مثال میزنه، میگه مشکات وجود. وجود یک مشکات، یعنی چراغی دارد. این چراغ یک شبکه‌هایی دارد. ما آن شبکه‌ها هستیم، یعنی آن شبکه‌هایی که از آن چراغ بیرون میزند. چراغ یکیست اما شبکه‌ها فراوان است. مولانا مثال زیبایی میزند، میفرماید که شما وقتی در صحرا هستید آفتاب میتابد و آفتاب یکیست و غیر از این چیز دیگری نیست. آفتاب یکیست و آفتابی که میتابد یکیست. اما هر کدام از ما وقتی در خانه خود هستیم و پنجره‌ای به سوی آفتاب گشوده ایم، هر کدام از ما در خانه خودمان آفتابی داریم. آن وقت میگویم آفتاب منزل ما، شما میفرمایید آفتاب منزل ما، آفتابی که از پنجره ما تابید، آفتابی که از پنجره شما میتابد. هزاران آفتاب خواهد بود. و این که مولانا باز میفرماید در جای دیگر که اگر ما این خانه ها رو خراب کنیم، ویران کنیم، باز هم آفتاب یکی خواهد بود. اکنون که هزاران هزار آفتاب میبینیم، از مشبک ها و از آن شبکه ها و از آن پنجره هایی است که نفوذ میکند. اگر ما اینها رو از بین ببریم، یک وجود بیشتر نیست. مفهوم آن هم همون وحدت وجود است. همه اینها عارض آن ذات مطلق الوهیت هستند. این عرضها و جوهرها و عرضها و ذاتیها هستند که مسئله رو روشن میکنند. یک مثال دیگر خدمت شما بزنم. یک البته این مثال شاید از خودم هست، بنابراین شاید خیلی درست در نیاید، اشتباهاتش رو به من ببخشید. یک آینه بزرگی داشته باشید، تمام قد 1 متر در 2 متر، خود رو نگاه میکنید. آنجا چند نفر هستید؟ تنها ایستاده اید. 1 نفر هستید. بعد بیایید این رو بدید کسی اینها رو خورد بکنه، بریزه در همه جا، چند نفر خواهید شد؟ به اندازه هر تکه آینه خود شما رو نشان خواهد داد. این علتش چیست؟ این همان کثرت است. ما چند نفر هستیم؟ یکی هستیم. اما وقتی یک آینه رو 1000 بار میشکنیم، میشود چه؟ میشویم 1000 تا، 50 تا. حال بیایید اینها رو دوباره به هم بچسبانید. خب کمتر بشکنیم، راحت‌تر بچسبانیم. 50 قسمت کنیم، راحت‌تر بچسبانیم، این امکان باشد. دوباره چند بار خواهیم شد؟ یکی، بیشتر نخواهیم. جهان چنین است. خداوند در آغاز واحد بود و احد بود، احد بود، بعد واحد بود، بعد تجلی کرد و این جهان و این کثرات رو به وجود آورد و بعد دوباره همه اینها برمیگردد، عود میکند، برمیگردد، باز همان یکی خواهد بود. وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مشکات وجودیم. و از این نکته باز توان یافت و آن اعراض که دانستیم، مع الانفاس و الانات، متبدل و متجدد می‌گردد. میگه هر نفسی،
هر آنی متبدل می شود، تبدیل می شود. تبدیل به چه می شود؟ به چیزی که غیر از آن بوده است. تبدیل به چیز نوعی می شود. دیروز که بحث سخن تازه بود، عرض کردیم که ما سخن کهنه نداریم به خاطر این است. به خاطر این است که هر کسی که سخن می گوید، در عین حال که شروع کرده است و دارد یک سخن را می گوید، در عین حال هزاران مرتبه مرده است و هزاران مرتبه تجدید پیدا کرده است، تجدید وجود پیدا کرده است. سخن هم و صوتی هم که پخش می شود، این هم هزار مرتبه مرده است و هزار مرتبه زنده شده است. این صوتی که می آید، خب به شکل استمراری که نیست، کم کم اینها هم منقطع هستند. وقتی اینها به هم می رسند در ذهن ما و مغز ما می تواند این رو تحلیل کند، به شکل پیوسته این رو تفسیر می کند و معنی می کند. در هر آنی عالمی با جواهر و اعراض به عدم می رود. یک عالم عظیم با همه جواهرش، جوهرهاش و با همه عرضهاش، جوهر و عرض رو که عرض کردیم، جوهر همان ذاتیه، جوهر و عرضهاش با هم به عدم می رود و در همان آن مثل آن به وجود می آید. نه اینکه همان بر می گردد، مثل آن به وجود می آید. نه اینکه آن می رود دوباره بر می گردد، می رود و تمام شد، آن مرد تمام شد، خلق جدید است، دوباره تجدید می شود، دوباره به وجود می آید. و اکثر اهل عالم از این رفتن و آمدن غافلند. اکثر مردم نمی دانند که چقدر رفتن ما از وقتی که در این جلسه آمده ایم، شاید میلیون ها بار رفته ایم و آمده ایم ولی خبر نداریم. تا زمانی که آنهایی که خبردار هستند به ما نگویند، ما این رو درک نمی کنیم. کما قال الله تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید. آیه رو آورد که دیگه کار رو تمام کند. فرمود که بلکه چنین نیست، بل نفی حکم ما قبل میکند و اثبات حکم ما بعد میکند. هم ایشان فی لبس من خلق جدید، اینها در لبسند، در پوششند، در خلق جدید. اینها به خلق جدید، لباس خلق جدید و خلقت جدید رو میپوشند. دوباره این لباس رو خلع می کنند و از بین می برند، دوباره می میرد، دوباره خداوند یک حیات مجدد می دهد، دوباره می میرد، دوباره حیات می دهد و همچنان ادامه دارد. و از جمله اسراری که در این باب گفتند، یکی اقتضای آثار اسماء متقابل است. میگه یک عده گفتند خب اسرارش چیه، چگونه خداوند این رو انجام می دهد؟ میگه خداوند که اسماء باری تعالی که عظیم است، این اسما متقابل هستند. یک سری اسم مثلا همان که گفتیم قهر با رحمت الهی، آنچه که قهر الهی است متقابل است با رحمت، اینها که با هم دیگر متقابل هستند. یا سخط و خشم الهی با ود الهی، اینها متقابل هستند، صفات متقابلند. این تقابلی که وجود دارد در اینجا گفتن که مثلا کلمه المحیی و المعید همان است، یا ممیت. خداوند اسم داره محیی و ممیت، خداوندی که احیا می کند، خداوندی که می میراند، موجب موت می شود، موجب احیا می شود. خب یک بار تجلی اسم محیی موجب می شود عالم جهان به وجود بیاید، یک آن دیگر، یک لحظه دیگر اسم ممیت خداوند تجلی می کند، این جهان می میرد، دوباره اسم محیی تجلی می کند، دوباره همچنان این ادامه دارد. اقتضای آثار اسماء متقابل است. بعضی لطیفه چون المحیی و المعید، معید یعنی اعاده کننده، خداوندی که وجود رو دوباره برمی گرداند. و برخی قهریه چون القهار و الممیت، یکی هم یکی جلالیه هست، یکی جمالیه هست، مانند بسیار قهر کننده و میراننده. همه آنها دائما در کارند. هیچ صفت خداوند بدون کار کردن نیست. کل یومن هو فی شأن. خداوند اگر صفات دارد و صفات تام دارد، همه صفات او در همه لحظه ها و آنات و دقائق، هر لحظه در حال تجلی و در حال شأن است. و هیچ یک را تعطیل جایز نیست. پس چون حقیقتی از حقایق امکانیه، حقایق
که امکان دارد که باشد، امکان دارد که نباشد. ممکن الوجودها به واسطه حصول شرایط و ارتفاع موانع مانعی نباشد و شرایط مقتضی موجود و مانع مفقود باشد، در این صورت مستعد وجود می شود. آن وقت این استعداد وجودی پیدا می کند و رحمت و رحمانیت بر وی افاضه وجود کند. رحمت الهی، رحمانیت الهی افاضه وجود می کند، این رو در وجود می آورد. بعد از آن به سبب قهر احدیت که مقتضی اضمحلال تعینات است، از آن تعین منسلخ گردد و باز در همان انسلاخ بر مقتضای رحمت رحمانیت به تعین دیگر خاص که مماثل تعین سابق باشد متعین گردد. همان چیزی که ما به زبان ساده گفتیم، ایشان این رو به زبان فنی بیان کرد. میگه هرچه که بوده است، هرچه که هست، تعیناتی که در جهان هست، عینیتی که در جهان به وجود آمده است، این تعینات و عینیات هر لحظه به مقر ممات و مقر مرگ می رود و دوباره همه این تعینات حالت وجود پیدا می کند. همه این جهان می میرد و دوباره زنده می شود. حالا اینکه انسلاخ یعنی چه؟ یعنی انسلاخ یعنی اینکه خود به خود منسلخ بشود. انسلاخ یعنی اینکه یک چیز رو از چیزی بگیریم. سلخ هم گفتند، در حالات ما هم گفتند این رو. انسلاخ یعنی که ما چیزی رو از چیزی سلب بکنیم. خود به خودی است، این بنا به مشیت الهی خود به خودی است. و باز در همان انسلاخ بر مقتضای رحمت رحمانیت دوباره برمیگردد و دوباره میرود بر اساس اسماء الهیه. با دوباره قهر احدیت او رو مزمحل می کند و باز تعین دیگر به رحمت رحمانیت ظهور کند و هاکذا الی ما شاء الله، و این ادامه دارد تا زمانی که باشد. پس در هر آنی عالمی به عدم می رود. پس در هر لحظه ای عالم به عدم می رود، دیگری مثل آن به وجود می آید. مثل آن است، همان نیست، مثل آن است. مثل چیز با خود عین چیز با هم خیلی متفاوت است. عین دیگر به وجود نمی آید. همه تعینات و عینیات همه از بین رفتند. مثل آن است که به وجود می آید. من مثل خودم هستم. آن زمان که آمدم در حضور شما بودم و سخن رو شروع کردیم، و نسبت به یک ثانیه قبل هم مثل خودم هستم. این تعینات منسلخ شد و دوباره تعینات جدید آمد. آن تعینات قبلی مزمحل شد، دوباره تعینات جدید به وجود آمد. و محجوبان بیشعور، منظور است بیشعور نه اون معنای بدش است، یعنی خب این درک نمی کند، قرار نیست که هر کسی همه چیز رو درک بکند. به واسطه تعاقب امثال، اینکه مثل آنها عقب هم در می آیند و متعاقب هم می آیند، مثل این مثلات امثله متعاقب هم هستند، تناسب احوال دارند با هم دیگر، و یکی که مثل من میآید عین خود من است، منتها تفاوت‌هاشو مردم نمی‌بینن. یکی که مثل این میز بوده است و از ابتدای جلسه میلیون ها بار عوض شد، چون از بس مثل همان است، ما تصور می‌کنیم که همان است، در حالی که نه، همان نیست، همان عینیت نیست، همان تعین نیست، مثل آن تعین سابق است. وجود عالم بر یک حال است، فکر می‌کنن که وجود عالم یک حال دارد، و در ازمنه متوالی، زمانهایی که توالیان می آید، متوالیان و پشت سر هم می آید، بر یک منوال و فی الحقیقه نه چنان است که ایشان را گمان است. حضرت قطب العارفین مولانا عبدالرحمن جامی دامت زلال و حقایقه اشاره به این حال فرموده. این دو بیت را هم بخوانیم تا اینکه دیگر وقت شما را نگیریم. مولانا عبدالرحمن جامی از عرفای بسیار بزرگ و انسان بسیار عارف می‌فرماید چیزی که نمایشش به یک منوال است و در صفت وجود بر یک حال است، در بد به نظر گرچه بقایی دارد، آن نیست بقا، تجدد امثال است. و السلام علیکم و رحمت.